یه فشار که حالا در سیستم متریک به کار برده میشه واحد پاسکال هست. ببینید فشار بر حسب تعریفی که در فیزیک ازش داریم برابر هست با مقدار نیروی وارده بر یکای سطح یا نیروی وارده بر واحد سطح، که حالا در سیستم متریک به خاطر اینکه نیروی ما بر حسب نیوتن و سطح ما بر حسب متر مربع تعریف میشه، یک پاسکال فشار هم برابر با یک نیوتن بر متر مربع فشار هست. یعنی هرگاه که یک نیروی برابر با یک نیوتن به سطح برابر با یک متر مربع وارد بشه، فشار ناشی از نیرو بر اون سطح معادل با یک پاسکال خواهد بود. حالا معمولا در سیستم های اندازه‌گیری مکانیک، حالا به خصوص در بحث های مواد مساله، چون مواردی مشابه ما داریم در رابطه با تنش، از واحدهای به اسم کیلوپاسکال و مگاپاسکال استفاده میشه. اصطلاح دیگری که در این قسمت داریم پمپ ران اوت هست یا خارج از مرکزی پمپ. اصطلاحا گفته میشه نقطه‌ای که در منحنی عمل کرده پمپ حد اکثر مقدار دبی خودش رو داره، که مقدار توان مصرف شده در این حالت دیگه توی حد اکثر مقدار خودشه و پمپ در این حالت با سر و صدا و ارتعاش زیادی کار میکنه. اصطلاح دیگه حالا به خصوص در بحث منحنی پمپ ها این اصطلاحات رو داریم و برخورد میکنیم باهاشون، ببینیم که چیا هست. یکی از نقطه BEP هست که مخفف عبارت Best Efficiency Point هست، یعنی نقطه‌ای که بیشترین بازده پمپ در اون نقطه وجود دارد یا بهترین نقطه بازدهی پمپ در این قسمت وجود داره. به این نقطه میگیم نقطه BEP، نقطه‌ای بر روی منحنی عمل کرده پمپ که در آن بیشترین بازده پمپ وجود داره. یه نقطه دیگری در این نقطه داریم، حالا اصطلاحاً با یوپین یا یوزر پوینت نمایش داده میشه، به عنوان نقطه کاری پمپ است. در مباحث منحنی های پمپ به این نقطه ها ما یه اشاره هایی خواهیم کرد. محل برخورد منحنی مشخصه سیستم با منحنی عمل کرده پمپ میشه نقطه کاری. نقطه کاری پمپ باید به نقطه بهترین بازده یا نقطه بی ای پی یا نقطه‌ای که در آن بیشترین بازده پمپ وجود داره باید نزدیک باشه. بهره برداری از پمپ در شرایط دور از نقطه بی ای پی باعث کاهش بازده پمپ و بروز اشکالات میشه، اشکالات پایین بیاد و بازده پمپ هم کاهش پیدا بکنه. تعریف بعدی که در این قسمت داریم نقطه شاتاف هد هست. نقطه شاتاف هد تعریفی که براش بیان شده اینه که نقطه ای است در منحنی عمل کرده پمپ که حد اکثر مقدار هد پمپ در اون نقطه اتفاق میفته و معمولا پمپ با سر و صدا و ارتعاش زیادی در این نقطه کار میکنه. توان ورودی پمپ، توان ورودی پمپ رو اگر بخوایم تعریف بکنیم، بگیم توانی که اون ماشین محرک یا الکتروموتور روی شافت پمپ اعمال میکنه. خب ببینید وقتی که پمپ به صورت الکتروموتورهای سرخود یا اینکه حالا به صورت شافت یا پمپ خودش به توسط یک رابطه که کوپلینگ نامیده میشه با الکتروموتور در تماس هست، الکتروموتور با یک توانی کار میکنه و این توان رو از طریق اون شافت مرکزی یا شافت اصلی پمپ به خود پمپ انتقال میده. این توان رو تحت عنوان توان ورودی میشناسیم. یک توان دیگری داریم تحت عنوان توان مفید. توان مفید توانی که پمپ داره به سیال انتقال میده، که بازده پمپ ما در واقع نسبت توان مفید یا همون توان خروجی یا آوتپوت پاور به توان ورودی پمپ هست که بر حسب درصد بیان میشه. نسبت این دو تا مقدار میشه بازده پمپ. نقطه کاری یوزر پوینت، وقتی که منحنی های پمپ رو در نظر بگیریم، محل برخورد منحنی مشخصه سیستم با منحنی عملکرد پمپ میشه نقطه کاری. نقطه کاری پمپ باید به نقطه بهترین بازده یا همون نقطه بی ای پی نزدیک باشه و معمولا بهره برداری از پمپ در شرایطی صورت بگیره که نقطه کاری ما دور نباشه از نقطه بی ای پی، به خاطر اینکه اگر این اتفاق بیفته ما کاهش بازده پمپ و اشکالات جدی را به دنبال خواهیم داشت. که حالا اینا مواردی بود که حالا خدمتتون عرض کردیم. شاتافه به توان ورودی بود که مجددا بر
hành trước nhé. À, cứ đảo với trước rồi tí cho vào phi hành cho cơm luôn.